به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید و چند رای داده که تا خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی متهمان حمله به زیارتگاه شاچراغ در شیراز در ملأ عام اعدام شدند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران گفت این دو شهروند افغان بدون هیچ مدرک محکوم به اعدام شدند. خبرگزاری ایرنا روز شنبه نوشت که این دو متهم پیش از طلوع آفتاب امروز در خیابان مجاور زیارت شاچراغ در ملأ عام اعدام شدند. حمله به زیارت شاچراغ در چهارم میزان پارسال رخ داد که دست کم 13 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. گروه داعش با انتشار بیانیه مسئولیت حمله خونین بر زیارتگاه شاچراغ در شیراز ایران را بر عهده گرفت. رسول موسوی دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اظهارات مقامهای طالبان که ایجاد حکومت فراگیر را یک مسئله داخلی دانستند گفته جامعه جهانی و همسایگان افغانستان امنیت، صلح و ثبات پایدار در این کشور را در تشکیل حکومت فراگیر می دانند. آقای موسوی شنبه در توییت نوشت که موضوع تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان 1.5 سال قبل از تسلط طالبان در قطعنامه های 2513 و 2593 شورای امنیت سازمان ملل تأکید شده است. آقای موسوی تصریح کرد که در تمام نشست های بین المللی از جمله 4 نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و نشست اخیر دوحه موضوع تشکیل حکومت فراگیر مطرح شده است. آخرین جزئیات از حمله مسلحانه به کلانتری 16 زاهدان در نزدیک مسجد مکی. خبرگزاری تسنیم نوشت این افراد مجهز به کمربند انتحاری بودند که 2 نفر اقدام به انفجار کردند. دادستان سیستان و بلوچستان گفته یک نیروی کلانتری کشته شده است. سایت هالاوش نیز نوشت که درگیری بین مهاجمان و کلانتری 16 زاهدان و نیروهای امنیتی به شدت ادامه دارد و نیروهای امنیتی تمامی ورودی و خروجی های منتهی به مسجد مکی و کلانتری را مسدود کردند. این سایت همچنین گفته که پرواز پهپاد بر سر منطقه درگیری ادامه دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه امنیتی نوشت که مهاجمان به کلانتری 16 زاهدان تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. مختار وفایی در این مورد آخرین جزئیات را ارائه می کند. ادامه درگیری در زاهدان. صبح امروز 2 مهاجم با منفجر کردن کمربندهای انتحاری خود راه را برای ورود بقیه مهاجمان به حوزه 16 امنیتی زاهدان باز کردند. رسانه های داخل ایران تا کنون کشته شدن 2 افسر نظامی را تایید کردند. درگیری همچنان جریان دارد و حوزه امنیتی 16 در زندان در محاصره نیروهای انتظامی ایران است. مهاجمان در داخل این حوزه امنیتی حضور دارند. فاطمه جامی دختر تکواندوکار مهاجر افغان که از ایران و با همکاری سازمان ملل در رقابت‌های تکواندوی آزاد ترکیه شرکت کرده است، پس از پیروزی مقابل تکواندوکاران آذربایجان و ترکیه به دیدار نهایی را یافت. فاطمه جامی در فاینال برابر دیگر ورزشکار ترکیه شکست خورد و نایب قهرمان شد. جامی که در بخش نونهالان و در رده قدی 171 سانتیمتر با عریفانش رقابت کرد، در ابتدا عریفی از آذربایجان را شکست داد. در مسابقه بعدی تکواندوکار ترکیه را از پیش رو برداشت، اما در دیدار نهایی در برابر تکواندوکار ترکیه شکست خورد و به مدال نقره قناعت کرد. جاری شدن سیلاب های مهیب در غزنی. در پی جاری شدن سیلاب در ولسوالی قره‌باغ غزنی بیش از 800 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. منابع شنبه 17 سرطان به روزنامه 8 صبح گفتند که این سیلاب ها شب گذشته پس از بارش شدید باران در ساحه موشکی ولسوالی قره‌باغ غزنی سرازیر شده است. به گفته منابع بیشتر کشتزارهای گندم، کچالو و پیاز در این منطقه از بین رفته و خسارات هنگفت مالی و کشاورزان وارد شده است. علاوه بر این دست کم 10 باب منزل مسکونی در پی این سیلاب ها تخریب شده است. تاکنون از تلفات جانی برخواسته از این رویداد طبیعی جزئیات در دست نیست. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.